سلام کشیش رسول، خسته درود بر شما، نباشید، بفرمایید. حبیبتون. درود پاینده بر باشید، شما، خواهر گرامی، هم بفرمایید فرمایید. قربونتون برم، زنده باشید. میخواستم که عزیز. برای پرزیدنت ترامپ و همسرش دعا کنید، برای حتما. تمام مریضا، برای همه دعا کنید که این مریضی بره، این گرفتاری آمین. سرزمینمون نجات بگیریم از دست این آخوندا، آمین. و برای آمین. دامادم آمین. محمود خواستم دعا کنید. حتما. برای چه موضوعی دعا کنیم برای محمود جان؟ جان مریضه، آه حتما. مشکل آره تنفسی داره، آره خیلی مریضه، متاسف. خواستم برایش دعا کنید، برای محمود خودمم جان دعا اگر کنید. ممنون. حتما اگر محمود جان مایل بودن خوشحال میشم با من تماس بگیرن، مستقیم براشون هم دعا میکنم، حتما الانم براشون دعا میکنیم. لطفا لحظه با دعای من متحد بشید. تو هم وطن عزیزم که همین الان پای تلویزیون هسته، هر ضعفی که در بدنت هست فقط با دعای من متحد شد. بارها عرض کردیم هیچ انرژی، هیچ قوتی از شبکه محبت به سمت شما نمیاد مگر پیام و کلام امید خداوند. اما خداوند ما عیسی مسیح کنار شماست برای سلامتی و شفا، پس اون رو نیز شما دریافت کن. هللویا خدای قدوس، هللویا پدر عزیزم، حقیقتا ممنون شکرگزار هستیم. خودت فرمودی تا ای خداوند برای مریضان دعا کنیم در نام تو عیسی مسیح تا مریضان شفا یابند، برای رفع مشکلات مردم دعا کنیم تا آنان ای خداوند به توسط تو یهوه یایرا مشکلشون حل بشه، نیازشون برطرف بشه. پس اینک از تو میخوام در نام عیسی مسیح مطابق آنچه که ای خداوند خواهرم جمیله گفت به حضورت میارم، خواهر عزیزم رو ای خدا، قلب خوبش رو، مصلحت‌های دلش رو برای سلامتی و شفای خداوند برادرم محمود، برای سلامتی خودش، برای نیازهاش خداوند، و همچنین خداوند رو اعلام کرد برای پرزیدنت ترامپ دعا کنیم و برای همسر او نیز دعا میکنیم که خدا این شفا بر اونها قرار بگیره و همچنین شفای تمام مبتلایان به ویروس کرونا رو تو باشی ای خدا، آنان را ملاقات کنی، حقیقت تو بر آنان آشکار بشه و محبت تو ای خدا دلیل شفای آنان بشه. اینک از تو میخوام در نام عیسی مسیح خداوند، بازم مطابق آنچه که خواهرم جمیله گفت، خدای قدوس تو این نظام ستمگر آخوندی اسلامی رو از سرزمین عزیز ما ایران دور کن، و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین.